سلام دوستان عزیز، امروز آمدیم جایتون خالی برادنبورگ تو هستم، یکی از شلوغ‌ترین جای برلین حساب میره. اتفاقا پارلمان آلمان هم همین قسمت برادنبورگ تو هست، یکی از شلوغ‌ترین جای آلمان، جای زیبا و دیدنی هستش دیگه. الان اینجا یک قسمت دور میدم، این پشت پارلمان آلمانه. الان این قسمت میبینیم، این قسمت پارلمان آلمانه. اون پشتم خیلی شلوغ پلوغه، نمیدونم اینجا کارمندان پارلمان هست یا مردم عادی هستش. ماشین های گیرون قیمت هم که میبینیم، مرسدس بنز و BMW پره قسمتش دیگه. در اصل ما میگیم مافیا، اینا مافیا همه میاد تو این ساختمان یا نمایندگان پارلمان اینجا میشینم و هر کاری که از دستشون باید میاد اون موقع انجام میدم به سر مردم عادی متاسفانه. آره دوستان، اینم به پارلمان آلمان و دروازه برادنبورگ هم میاد پشت سرش. من میرم قسمت دروازه برادنبورگ که میشه دیوار برلین، اون قسمت ها رو هم به شما نشون میدم و ازشون لذت ببرین. کسانی که آلمان زندگی میکنید یا کشورهای مختلف دنیا یا کشورهای مختلف اروپایی، اگر شرایطش رو داشته باشید 100% از برلین یا از آلمان دیدن کنید. جای خیلی خوبی داره، جای خیلی مختلفه، واقعا جای زیبا و قشنگ داره. میتونید از همه چیز لذت ببرید، غذاهای مختلف، غذاهای خیلی چیز، فرهنگ‌های مختلف که از خیلی کشورها هست یا از خیلی جاهای دنیا اینجا آمادن زندگی میکنم، با فرهنگ‌های مختلف، با همه امکانات فوق‌العاده زیبا و اینا. اینجا قسمت های از پارلمان هست، این پارک جلو پارلمان یا این قسمت. اینجا هم یک خبرنگار فکر میکنم از تلویزیونه داره فیلم برداری میکنه، حالا با یک کسی هم اینجا هست فکر میکنم جز به آدم های پارلمان باشه، مصاحبه میگیره ازشون دیگه. دیگینم از پارلمان آلمان، این پارلمان که هسته ولی تکیت هم نمیخواد، فکر میکنم اول باید ثبت نام کنید، ولی مجانی هست، شما میتونید اونجا برید یه ساعت دو ساعت تفریح کنیم واسه خودتون، بعدش دور بزنیم ببینیم همه داخل پارلمان اینا رو، بعد برگردیم بیاید بیرون. اینجا را میبینیم مردم چی جمعیت اینجا حضور دارن، اینا فقط واسه اینجا واسه سرگرمی یا واسه تفریح. خیلی کسا توریستن از کشورهای مختلف آمدن برای بازدید برلین یا بازدید این پارلمان. اون قسمت بالا رو میبینیم مردم داره میاد بیرون، این قسمتیه که مردم داره در ورودی و در خروجی است. این مردمی هم که دیگه از جای مختلف آمدن برای بازدید این برلین یا این قسمت برلین میشه گفت، یا اینا فکر میکنم جز به یک مدرسه باشن اینا، چون یک سرپرست اینا دارن، یک گروه چیزم یا از شهر مختلفی آمدن. قسمت جایی که باید بریم شما ثبت نام کنیم واسه ورودی به پارلمان آلمان
که خواسته باشیم از پارلمان آلمان دیدن کنه، ساعت‌های مختلفی داره این قسمت، این قرفه ها میرید اینجا ثبت نام میکنید اسم و تاریخ و پاسپورت و یا مدارک شناسایی که داشته باشید، بعد میایید وارد پارلمان میشه. اینجا قسمت ورودی پارلمان هست، از این قسمت شما بازرسی میشیم، تمام بدن شما چک میشه که چیز خطرناکی، چاقو این چیزا همه ممنوعه یا بمبی نداشته باشیم همراهتون، بعد وارد این چیز میشه. این بچه ها الان دارن، این مردم دارن وارد میشن تو صف، هم دیگه شما هم دقت میکنید میبینید اینا رو، اینا میخوایم وارد بشم داخل چیز که از اون قسمت پارلمان دیدن کنند. اینجا هم یک پارک هست، تقریبا پارک خیلی خوب و زیبا، شما میتونید اینجا استراحت کنید، جای برای نشستن داره، شما میتونید از این پارک لذت ببرید، از طبیعت آزادش. ما دیگه یواش یواش نزدیک میشیم به قسمت جای بیلین، به شمار میاد این قسمت بیلین. دیگه ما یواش یواش نزدیک میشیم، تمام کسانی که تو بیلین زندگی میکنم، حتی تو آلمان زندگی میکنم، وقتی وارد بیلین میشم اولین هدفی که دارم این قسمت بیلین رو بیایم از اینجا دیدن کنم، چون اینجا به زمان جنگ جهانی دوم یه قسمتی از بیلین غرب میشده یا بیلین شرق، این قسمت دیوار بیلین بوده، اون برش هم اون به حساب مثل مرز بوده به سطح آلمان، این قسمت به حساب چیز میاد. اینجا فکر میکنم کانسرت هم هسته، همه امکانات اینا رو آماده کردم برای کانسرت، یا کانسرته یا فکر میکنم باید کانسرت باشه. دیگه این قسمت الان راه نیست، این پشت به سرس، باید دور بخوریم از اون قسمت پشتی که ما بتوانید دور بخوریم. این میشه دیوار برلین. بخونید الان دیگه من آمادم برلین برادنبورگ تور، اینجا قسمت برلین برادنبورگ تور هست. اینجا هم فکر میکنم آخر هفته باید کانسرت باشه، آمادگی گرفتم برای دو روز دیگه برای کانسرت و این چیزا. اینجا هم یک چیزایی که شما میبینید، کالسکه ها یا دوچرخه ها، چیزایی هست که شما میتونید از اینا استفاده کنید، یک مقدار پولی میگیرم اگر بچه داشته باشید یا دوست داشته باشید، مثلا واسه خوشگذراندن از اینا میتونید استفاده کنید و یک مقدار پولی بدید. اینجا شما مشاهده میکنید همه چیز آماده کردم، داربست و جای کنسرت و موزیک بوکس ها رو، اینا همه رو باندا همه رو آماده کردم برای حالا نمیدونم آخر هفته باید باشه یا فردای پس فردای، دقیق نمیدونم دیگه، چون کل این خیابان هم این قسمت هم که شما میبینید، این قسمت خیابان هم کلن چیزه بسته هسته. یک چیزی هم که اینجا خیلی جالبه، تا
تمام سفارت های دنیا تقریبا اینجا حضور دارم. این قسمت نگاهی به سفارت فرانسه هستش، اون قسمت سفارت بلغاری هستش، این بر پویس های هست امریکا، این قسمت پرچمش هم شما مشاهده می کنید. این مردم هم که میبینیم بیشتر گروه گروه هستم، این از شرای مختلفی از کشورهای مختلف واسه مسافرت آمدم و اینا یک گروه هستم، یک کسی هست بهشون توضیح میده حالا زبان خودشون یا به حساب انگلیسی جای دیدنی اینجا رو، جای تاریخی و همه اینا رو بهشون توضیح میده، بعدش یک پولی هم به حساب میگیرم از این یا گروهی چیز هستش. از شلوغترین جای برلین به حساب میاد، جای شلوغترین به جای معروفترینش که خیلی معروف است، خیلی هم بازدید کننده داره از شهرهای مختلف، همونطور که گفتم از کشورهای مختلف. شما عزیزانی که علاقمند به مسافرت هستید و یا دوست دارید جای مختلف دنیا رو ببینید، کشورهای مختلف دنیا رو، پس لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید و به دوستانتان به اشتراک بگذارید و کامن کنید. En las tierras. Vengo de la tierra de las mariposas amarillas y de la magia. Allí en las montañas y valles de todos los verdes, no solo bajan las aguas abundantes, bajen también los torrentes de la sangre. Vengo de un país de belleza ensangrentada. Mi país no solo es bello, allí también hay violencia. No, ¿cómo puede conjugarse la violencia con la muerte? ¿Cómo puede erupcionar la biodiversidad de la vida con las danzas de la muerte? ¿Quién nos lleva a la destrucción como nación y como pueblo? Mi país es bello porque tiene la selva de los Andes y los océanos. Allí en esa selva se emana oxígeno planetario y se absorbe el CO2 atmosférico. Una de esas plantas que absorbe el CO2 entre millones de especies es una de las más perseguidas de la Tierra. جاهای دیدنی میتونید از اینجا سر در سر دیدن کنید، خیلی جای باحال و جای جالبی است. من دیگه این مسیرم رو ادامه میدم، اینجا هم که قسمت عمانه، اینجا هم قرفه هایی هست واسه نوشیدنی یا واسه
که غذای چیزی غذای سردستی شما میتونید استفاده کنید اون قسمت اون بریش هم رستوران توینا داره شما میتونید از رستوراناش استفاده کنید اونجا هم که قسمتش شما میبینید الان پرچم روسیه هست سفارت روسیه هست این قسمت پشت این قسمت پشت شما میبینید سفارت انگلیس هست این پرچم داخل خیابون که آره این هم بود از برلین برادنبورگ تو هم شما میبینیم تقریبا فکر میکنم از زمان جنگ جهانی دوم شما قسمت های از جنگ جهانی دوم اینا عکس گذاری عکس برداری اینا کردن گذاشتن تو این مسیر ها شما میبینید این چیز از زمان های مختلف نه تنها جنگ جهانی یا اینجا رو شما میبینید اینجا فکر میکنم یک نفر کشته شده حالا به چیت بلین بوده نه اینجا فقط واسه جنگ اوکراینه این کسایی که به جنگ کشته شدن قسمتش اینجا اکثر رئیس جمهور اوکراینه از کشورهای مختلف حالا آمادم هر کسی یک چیزی نمیشته اینجا پرچم اوکراینه کسانی که به جنگ جانش از دست دادن میبینید همه رو قسمتی از این پرچم های تمام کشورهای اروپایی هست دیگه اینا به حساب همدردی آمادم با این کار کردم یک همدردی به عنوان